فصل هفتم تا زرندی نیامد بهرام مرد میان سالی که بلوز پشمی چهار جیب می پوشد و دگمه هایش را تا بالا می بندد و ریخت و قیافش به پاسبان ها می ماند، لب از لب نگشود شب اول اجز و جزش را که کرد نزدیکی های صبح چند لحظه ای خواب رفت و بعد سکوت کرد تا سر و کله زرندی پیدا شد. زرندی همان است که نیمه شب تو چاپخانه حزب گیر افتاده است. همان است که گفته است بنگاه معاملات ملکی دارد و بهرام تو خانه اش باغبانی می کرده است. زرندی لاغر است و ریز و سفید پوست. خیلی پر جنب و جوش است. انگار نه انگار که چاپخانه مخفی حزب را تو خانه اش پیدا کردند سر به سر همه میگذارد و اتاق را شلوغ می کند پاپه بهرام که می شود کفرش را در میآورد. آورد نشود، یه ستون حروف بچینه و پنجاه تا غلط نداشته باشه رنگ بهرام سرخ می شود و میگوید لا اله الا الله زرندی چندک میزند جلوی بهرام و میگوید نه حالا خودمونیم اینم شد حروف چینی که به جای جمله قضاوت در باره انگلس به این سهولت نیست بچینی قصاب های دربار انگلستان همه اسحالی نیستند فریاد بهرام بلند می شود مرد حسابی من کی حروف چینی کردم اصلا حروف چینی چیه چرا واسه من باغبون بدبخت پاپوش درست میکنی اتاق از خنده بچه ها میتره کرد. سربازی که غالبا تو محوته پادگان و یا تو حیات خلوت نگهبانی می دهد، برای مهندس سیف خبر آورده است که ستوان واله و سروان محقق زیر شکنجه سرگرد زیبنده را زله کردند و لب به سخن نگشودند خبر تو تمام لشکر دو زرهی پخش شده است حتی دهان به دهان می گردد که سرگرد وکیلی زیر دستبند قپانی تف کرده است تو صورت سروان امید و سروان امید از کور در رفته است و حجوم برده است و شلاق را از دست گروهبان شهری بیرون کشیده است و با چهره برافروخته سرگرد وکیلی را چنان زیر ضربات شلاق گرفته است تا خودش نیمه نفس شده است و از پا درآمده است انفرادی ها را از نیمه شب به بعد برای بازجویی می برند. بیشتر وقتها بازجوییشان تا صبح طول می کشد و صبح که می شود سربازها نعششان را از حمام می آورند و رها می کنند تو انفرادی. چند روزی به آخر ماه اول پاییز مانده است. رنگ سبز سپیدارها پریده است و بیشتر شاخه ها لخت شده است. کنار پنجره نشستم و بیرون را نگاه می کنم. تو محوته رفت و آمدی نیست. همه جا خلوت و ساکت است. همه چیز بوی پاییز می دهد. سکوت رنگ پاییز گرفته است. حمام طرف چپ ساختمان آجری باشگاه افسران است. باشگاه حالا شده است دادگاه افسران. میدان تیر پشت حمام است. یک چهار دیواری ولنگ و واز به درازای چیزی در حدود یکصد گز و پهنای سی چهل گز با یک در ورودی بزرگ و بیغواره و ده یا دوازده تا نشانه تیر که به سینه دیوار روبرو نشستند جوی آب از جلوی پنجره می گذرد و می رود به طرف غرب پادگان بعد قوس بر می دارد و پای ردیف درختان سپیدار و زبان گنجشک جاری می شود و تا پشت ساختمان پاسدارخانه کنار در پهن خروجی پادگان پیش می رود رفت و آمدها کم است همیشه رفت و آمدها کم است مگر اینکه اتفاق تازه‌ای افتاده باشد کازم چیه؟ انگار زندانی تازه دارن میارن جلو پاستارخانه شلوغ میشود رفت آمدها شتاب زده میشود سرنیزه سربازانی که پشت کامیون اند، از بالای تاق اتاقک کامیون برق میزند کامیون تازه رسیده است سروان جانب رئیس زندان از دفتر کارش بیرون میاید گروهبان ساقی دستور می دهد و شهری روپا بند نمی شود حسن چیه؟ انگار امروز باز تو باشگاه محاکمه است سربازها تفنگ به دوش به ستون سه از طرف پاسدارخانه می آیند. به ساختمان باشگاه که می رسند گروهبان فرمان می دهد. دسته ایست سربازها متوقف می شود. به چپ چپ سربازها رو پاشنه های پا می گردند و صدای برخورد پاشنه پوتین هاشان هماهنگ است پا فنگ ضرب دست سربازها به قنداق تفنگ هماهنگ است چند لحظه بعد سربازها پخش می شوند و دور تا دور ساختمان باشگاه به نگهبانی می استند و هنوز دسته بعد مسلسل ها را مستقر نکردند که گروهبان شهری مثل عجل معلق سر می رسد وسط اتاق می ایستد پاهایش را از هم باز می گذارد پاشنه دهانش را میکشد و فریاد می زند ببندون پنجره رو پنجره را میبندیم و شهری میرود از شکاف تخته های نیمدری نگاه میکنیم انفرادی ها میان سربازان مسلح از بازداشتگاه بیرون میزنند و به طرف باشگاه میروند مگر خیانت سیاحت دارد با حرف زدن گروهبان ساقی آشنا شده ایم. مگر خیانت سیاحت دارد میدانیم که میخواهد بگوید مگر محاکمه کردن خیانتکاران سیاحت دارد همیشه حرفهای گروهان ساقی نصف نیمه است و در حرف زدنش رگه ای از تندی هست گروهان شهری چیز دیگری است نگاهش حالتی از هوشی و حواسپرتی دارد و عجب بددهان است حرف زدنش بوی گند میدهد مادر جنده ها حالام که دومشون به تل افتاده بازم از رو نمیرن با افسرانی است که تو سلول های راه رو زندانی هستند شهری گاهی بی هیچ بهانه در اتاق را باز می کند و میآید تو و پایش را به زمین می کوبد و هرچه لایق خودش است نثارمان می کند کنار پنجره نشستم و بیرون را نگاه می کنم. رفت و آمدها کم است همیشه رفت و آمدها کم است مگر اینکه اتفاق تازه افتاده باشد باد سرد پاییزی کف زمین سر می خورد و برگ های خشک را رو زمین می کشد همه صداها افتاده است حتی شرشر جوی آب هم شنیده نمی شود همه جا ساکت و آرام است نگهبانان بی حرکت ایستادند و تن به آفتاب بی گرمای عصر پاییزی دادند کنار ستونهای پهن و سنگی در خروجی پادگان دو سرباز ایستادند سربازها پاها را از هم باز گذاشتند و مسلسلها را رو سینه فشردند و کاسک را تا ابرو پایین کشیدند خورشید پرید رنگ است آفتاب دارد از رو شاخه های لخت سپیدارها پر می کشد. عطا و کازم پشت سرم نشستند و شطرنج بازی می کنند. عطا مثل همیشه کرکری می خاند. تو را با نبرد دلیران چه کار؟ بابا جونم بازی بلد نیستی نکن. کازم لبخند می زند و می گوید جوجه رو آخر پاییز می شمرن. عطا کوتاه نمی آید. ما عادت داریم جوجه رو هر روز بشماریم روستایی هستیم و تو ولایتمونم روباه فراونه. کازم کیش می دهد. چشمان فیروزهای رنگ عطا گرد می شود چی شد؟ و به صفحه شطرنج نگاه می کند کازم خونسرد می گوید وقت شمردن جوجه هاست عطا از میدان در نمی رود. برو بابا خیال کردم راستی راستی بازی بلدی اینم شد کیش بیا و پیاده را جلو میدهد و قلعش به هم می ریزد قروب که می شود سرمای پاییزی نیش میزند. انگار تب دارم بیس روز قبل که سرمای مختصری خورده بودم خیلی زود خوب شدم و حالم جا آمد اما حالا انگار که باز سرما خوردم و ساده و مختصر هم نیست مورمورم می شود پلک چشمهایم می سوزد و گلویم خارش دارد بچه ها کپه کپه نشستند و با هم حرف میزنند و با شطرنج بازی می کنند روز به روز که زیادتر می شویم مهره های شطرنج من هم بیشتر می شود حالا پنج دست مهره داریم سی و چند نفر هستیم شبها به زحمت می خوابیم. اتاق شش قدم درازا دارد و چهار قدم پهنا و تازه وسطش هم گود افتاده است عین گود زورخانه اگر دو سه نفر دیگر بیاورند و بچپانند تو اتاق ناچاریم که شب را قسمت کنیم و هر دسته من چند ساعت بخوابد ناچاریم که نصف من چندک بزنیم و نشسته بخوابیم مثل هفته قبل که همین گرفتاری را داشتیم که بعد آمدند و چند تایی را بردند باغ مهران که هنوز ازشان خبری نیست. مثل رفتن نوشین که روز شمار شده است بیست و دو روز و هنوز برنگشته است. مسائلش را جمع کرده ایم و گذاشته این گوشه ای اتاق تا برگردد و اصلا معلوم هم نیست که برگردد. غروب دارد سر میرسد. چراغ های راه رو و چراغ اتاقمان همیشه روشن است. دارم سیگار میگیرانم که یکو در اتاق با سر و صدا باز می شود و ساقی مثل خرس تیر خورده نعر زنان هجوم می آورد تو اتاق و جفت پاهایش را محکم به زمین می کوبد و فریاد می کشد. چرا کپه مرگتان را نمی گذارین؟ همه بحت صده به همدیگر نگاه می کنیم. خواب؟ هنوز غروب نشده است هنوز شام نخورده ایم و قاعدتا کپه مرگمان را ساعت نه باید بگذاریم دهان بزرگ گروهبان ساقی مثل چاه مستراح سر باز می کند و نعره می کشد. اینجا که گاستوران نیست میدانم که میخواهد بگوید رستوران خنده تو گلویم گره میخورد جلوی خودم را می گیرم. باز نهره می کشد پاشید به تمرگید نفس همه بچه ها تو سینه حبس شده است و نگاهها به چهره برافروخته گروه ساقی سکته کرده است از اینکه هیچ کس تکان نمی خورد ساقی مثل اسپند روی آتش از جا در می رود و با لگد محکم می کوبد به لگن خاصره بهرام مگر با تو نیستم حیوان و مثل گراز تیر خورده می و از لای دندان حرف می زند. مگر زبان آدم حالیتان نمی شود به اینکه حرفی بزنیم و نامی کنیم به پهن کردن پتوها و دراز می کشیم. بهرام لنگان لنگان خودش را میکشد به طرف زرندی و مثل جوجه سرمازده ای کنار زرندی کز می کند. به زور جامان می شود که همه بخوابیم. گروه ساقی عقب می کشد و می ایستد تو چارچوب در چندتایی مثل خشت که کنار هم چیده شده باشند رو دست می و به همدیگر دیگر می چسبند. بعضی از بچه ها پاها را تو شکم جمع می کنند تا برای دیگران جا باز شود باید منتظر اتفاق تازهی باشی هنوز ساعت شش نشده است که گروهبان ساقی دارد با زور می ساقی همینطور که تو چارچوب در ایستاده است چشمش به پنجره میافتد دوباره صدایش مثل ترقه میترکد کدام جند مادر باز کرده پنجره غالبا باز است حتما باید منتظر حادثه ای باشیم که گروه ساقی اینطور به همه چیز بند کرده است ای گوساله اون پنجره را ببند ردخور ندارد همیشه بستن پنجره حادثه ای به دنبال داشته است لای در اتاق باز می شود نگهبان سر می کشد تو اتاق اون پنجره رو ببند تا قد می کشم که پنجره را ببندم از گوشه چپ بازداشگاه تخت روانی پیدا می شود دور تا دور باشگاه را که حالا دادگاه شده است مسلسل کار می بزارم. دکتر فاطمی رو تخت روان دراز کشیده است سهرگاه است تازه آفتاب سر زده است پتو را تا رو سینه دکتر کشیدند دو سرباز تخت روان را به طرف باشگاه میبرند چهار تفنگچی قبراق چهار گوش تخت روان همراه دکتر به طرف دادگاه می دکتر عینک دودی به چشم زده است. کیفش را گذاشته از رو سینهش و دستها را رو کیف گذاشته است و پنجه ها را تو هم فرو برده است گروهبان شهری با لگد در اتاق را باز می کند اوهوی نر خر با تو هستم گفتم اون پنجره را ببند پنجره را می بندیم. دهان شهری کف کرده است دنبال بهانه می گردد. حرف گروهبان شهری حرف است چنان از گرده آدم تسمه می کشد که جان سگ می خواهد تا از زیر دستش جان سالم در ببرد از پشت پنجره بیا این ور شهری هر کار که دلش بخواهد می کند و بعد هم اگر لازم دید گزارش می دهد جیب شهری ورم کرده است شلاق کلاف شده را با پنجه فشار می دهد و دور تا دور اتاق را نگاه می کند انگار دارد لذت میبرد انگار خنده سردرگمی تو خطوط چهره اش ره گم کرده است و سرگردان شده است چشمایش برق میزند عین همان لحظه هایی که شلاقش هوا را میشه کافد و پایین میآید و لباس را جر می دهد و خون فواره میزند. زند یکی یک من زبان شهری را میفهمیم. زود باش پنجره را ببند پنجره را میبندیم. شهری از اتاق میزند بیرون از شکاف تخته پنجره که فراوان باد و باران دیده است بیرون را نگاه میکنیم افسران سلولهای انفرادی با دستهای بسته و هر کدام میان چهار مسلسلچی به طرف باشگاه می روند. راه رفتنشان سنگین است. زیر شکنجه همه توان خود را از دست دادند. هی گوساله ساله آن پنجره را ببند ردخور ندارد همیشه بستن پنجره حادثه ای به دنبال داشته است هنوز آفتاب نشین است که پتوها را پهن می کنیم و دراز می کشیم ساقی از اتاق می رود بیرون و با اخم و تخ سر نگهبان پشت در فریاد می کشد اگر نفسشان درآمد خبرم کن رفتار ساقی به فکرمان انداخته است وقتی که میرود همه در جا می نشینیم و پچ پچ مثل خوره به جانمان می افتد. نصفه سیگارم را که خاموش کرده بودم میگیرانم و از لای شکاف پنجره بیرون را نگاه میکنم. باد پرچم بلند سردر پادگان را میلرزاند. صدای سرگرد ستایش به گوشم می نشیند. چرا این جونور اینطور به قار و قور افتاده؟ پاسبخش پیشا پیش پاسداران راه می افتد که پست را عوض کند. های محوته روشن شده است. سوت ممتدی که از طرف در پادگان میآید، همراه باد تو محوته میپیچد. بعد فریاد نامفهوم کسی است که فرمان می دهد. اتومبیل سیاه رنگی از در بزرگ پادگان میآید تو. نگهبانان پیش فنگ می کنند. اتومبیل جلوی دفتر سروان جانب متوقف می شود. راننده سریع جست می زند پایین و در اتومبیل را باز می کند و خبردار می ایستد. نظامی میان قامتی و پشت سرش نظامی بلند قد و لاغرندامی از اتومبیل بیرون می زند. سروان جانب که انگار قافلگیر شده است اجولانه از دفتر کارش میراند بیرون و پاشنهای پا را به هم می‌کوبد و خبردار می‌استند از پنجره اتاق تا در بزرگ پادگان 300 ذرع بیشتر است اگر سروان جانب را بارها از نزدیک ندیده بودم محال بود مردی را که شتابان از دفتر زده بود بیرون و خبردار ایستاده بود بشناسم نظامی میانقامت و نظامی لاغرندام چند لحظه دور تا دور محوته را نگاه می کنند و بعد به این که حرفی بزنند وارد دفتر سروان جانب می شود. سروان جانب با دست راننده اشاراتی می کند و تند وارد دفتر می شود. صدای پاسبخش را می شنوم. یک دو حالا صدای پای دسته نگهبانان است که از غرب محوته می آیند. یک دو دسته ایست دسته نگهبانان جلوی در بازداشتگاه متوقف می شود پاس بخش پاسداران مقابل بازداشتگاه را عوض می کند و دوباره دسته سربازها راه می افتند. دسته به جای خود خبر دار. قدم رو دسته نگهبانان از جلو پنجره میگذرد گفتگوی بچه ها به جایی نمی رسد آمدن دو امیر نظامی هیچ نشانه ای از اتفاق تازه ای که همه منتظر وقوعش هستیم به دستمان نمی دهد. همه احساس می کنیم که چیزی تو هوا موج می زند احساس می کنیم هوا سنگین است و چیزی رسوب می کند و بر تنمان می نشیند و زیر بار سنگینش درماندهمان من می آب دماغم راه افتاده است انگار که تبم هم بیشتر شده است از حرف زدن خسته شده ایم و چیزی دستگیرمان نشده است نشسته ایم و پتوها را رو پاهامان کشیده ایم و سکوت کرده ایم و به هم دیگر نگاه می کنیم همیشه ساعت هفت که می شد شام می خوردیم ما این وضع که پیش آمده است انگار نباید منتظر استوار باز نشسته باشیم یعقوب تحسیگار را از دستم می گیرد و پک میزند و برش میگرداند صدای یکی از بچه ها که به زمزمه بیشتر شباهت دارد به گوشم می نشید. یعنی میگی سر بر می, گی زربر می کازم است دارد به در اتاق اشاره می کند از حرفش و از اشارهش چیزی دستگیرم نمی شود صدای پا تو راه رو می پیچد. ملک جلوی در نشسته است به صدای پای در همه کسانی که تو راه رو تنین انداخته است گوش می دهد. بعد با احتیاط بلند می شود و از سوراخ کلید نگاه می کند. پاسپخش نگهبانان مقابل سلول ها را عوض می کند. از درز پنجره بیرون را نگاه می کنم. هنوز اتومبیل سیاه رنگ جلوی دفتر رئیس زندان پادگان ایستاده است. اتاق ساکت است. گاهی نفس یکی از بچه ها که انگار تو گلویش گره خورده است رها می شود و نگاه همه بچه ها را با خود می کشد. دوباره از شکاف لای تخته های نیمدری نگاه می کنم. اتومبیل سیاه رنگ دارد از در پادگان بیرون می زند. صدای مهندس سیف حواسم را از پنجره می گیرد. سیف نرم حرف می زند. اما حرف زدنش طوری است که انگار حریر نازک و بیرنگ سکوت را تو اتاق به لرزه می اندازد و آشوب به پا می کند. باید منتظر حادثه ای بود. دلم می لرزد. کازم زمزمه می کند. با این نشانه ها حتما قار و قور ساقی اتومبیل سیاه. یک دو یک دو صدای گروهبان دسته نگهبانان است که از سر پست برمیگردند. یک دو صدای پوتین سربازها یک نواخت و موزون است. وقت شام گذشته است. از استوار بازنشسته خبری نشد. همیشه برای اینکه کارش را زودتر تمام کند و قابلمه بزرگ غذا را بزند زیر بغل و برود خانه که قبل از خوابیدن بچه ها بهشان برسد عجله داشت که هرچه زودتر غذای همه را بدهد باز تو رو صدای پا می آید. حالا صدای گردش کلید تو قفل است و صدای خشک پس نشستن زبانه قفل است سکوت اتاق با باز شدن پیاپه پی درهای آهنی سلول ها آشفته می شود ملک از سوراخ کلید نگاه می کند. دلم طاقت نمی آورد. بلند می شوم و با توک پا از لابلای بچه ها که بعضیشان دراز کشیده اند می گذرم و می روم پشت در اتاق. لبهای بچه ها رو هم نشسته است. اسلام آه می کشد. ملک چشمش را از سوراخ می گیرد. تا بخواهد حرف بزند چشمم را می چسبانم به سوراخ کلید. در همه سلول ها را باز کردند. افسر نگهبان و پشت سرش گروهبان شهری از راه رو می روند بیرون نگاهم را از سوراخ کلید می گیرم و کنار ملک چندک می زنم چشمم می افتد به مهندس سیف که گوشه اتاق کس کرده است سیف سرش را تکان می دهد شانه هایم را بالا می اندازم. آهسته می پرسد، چه خبره؟ میگویم گویم نمی دونم. از تو راه رو صدای حرف زدن می آید سیف دوباره میپرسد تو راه رو چه خبره همه نگاه ها به دهانم دوخته شده است میگویم در سلول ها رو باز کردن. روزهای آخر محاکمه شان اوایل هفته قبل بود هنوز آفتاب سر نزده بود که به دستهایشان دستبند میزدند و چهار قدم فاصله بین بازداشتگاه و باشگاه را گردانی از سربازان مسلح محاصرهشان میکرد انگار که میدان جنگ بود دور تا دور باشگاه را بازوکا و خمپار انداز و مسلسلهای سنگین کار میگذاشتند و فرماندهان نظامی فرمان میدادند و رفت و آمدهاشان شتاب زده بود و دستوراتشان پرتوب سپیده دم بامداد می رفتند و نیمه های شب برمیگشتند. گشتند. آخرین جلسه دادگاه که روزهای شنبه و یک شنبه هفته قبل بود بیست و شش ساعت به طول انجامید. ساعت شش بامداد روز شنبه با گردنی افراخته در میان صف سربازان به دادگاه رفتند و ساعت هشت بامداد روز یک شنبه با تنی خسته فرسوده خمود اما نگاهی درخشان برگشتند و بعد از این جلسه بود که یک هو همه جا شایع شد به اعدام محکومشان کردند صدای مهندس سیف کند و سنگین از آن سر اتاق پر می کشد و لابلای نفسهای سنگین و حبس شده بچه ها که گاه به گاه رها می شود و تو چهار دیواری اتاق پرپر میزند و سر به دیوارها می کوبد به گوشم می نشیند. همه ی رو واز کردن سر تکام می دم. زرندی می گوید نگهبانا می گویم هستن. دوباره بلند می شمم که تو راه رو را نگاه کنم. زانوهایم می لرزد. تب دارد بیشتر می شود. ملک برایم جا باز کرده است که اگر گروهبان شهری یک هو سر برسد و فرصت نکنم که بروم سر جایم کنارش بخوابم. چشمم را میچسبانم به سوراخ کلید مهندس مرتزا از سلول اول بیرون زده است و پتو را پهن کرده است و نشسته است سرهنگ مبشری نشسته است روبرویش رنگ سرهنگ مبشری مثل گچ دیوار است آبی چشمانش تیره میزند مهندس مرتزا ریشش را تراشیده است و سبیلش که به قاعده است و سیاهی میزند تمام پشت لبش را پوشانده است سرهنگ مبشری دارد مهره های شطرنج را میچیند انگار برایشان از نگهبانی شطرنج آوردند سرهنگ افشار با قامت کشیده دستایش را به کمر زده است و بالای سرشان ایستاده است نگهبانان کنار کشیدند و کاری به کارشان ندارند ستوان یونسی از سلول هفتم میزند بیرون پاچه خالی شلوارش را به بالا سنجاخ کرده است اسا زنان رو پای راست جست میزند و میآید به طرف سلول اول شنیدی چی رو شاه گفته این یونسی دیگه چرا ستوان یونسی گفته اینکه با پول من رفته اروپا معالجه کرده و براش پا درست کردن این دیگه چرا خیانت کرده خیانت تو دادگاه جوابشو داده صدفا یونسی پای چوبی رو در آورده پرت کرده وسط دادگاه و گفته اگه قراره که با یه پای چوبی احمق باشم همون بهتر که پا نداشته باشم آفرین سر یکی از نگهبانان می گردد و به در اتاق نگاه می کند چشمم را از پشت سوراخ کلید می دزدم و می نشینم. نفسم را تو سینه حبس می کنم گلویم خارش دارد انگار که سرماخوردگی دارد کار دستم می زرگرد ستایش میپرسد: چه خبر؟ میگویم دور هم جمع شدن میپرسد؟ تو راه رو سرم را تکان می دهم اصلا سر در نمی آورم. هر وقت که می دستشویی و هر وقت که از جلو سلول ها می نگهبانان چنان ششتانگ حواسشان به درهای بسته آهنی بود که مبادا نفسشان از در بیرون بزند گاهی که درد پا را یا خواباندن پس پوتین را بهانه می کردم و لنگ لنگان و آهسته از مقابل سلول ها می بذشتم. تا از سوراخ درهای آهنی نگاه هم به نگاه یکیشان بیفتد نگهبانان چنان اخ می کردند و گاهی چنان با گلمشت به بازو و یا به گردم می که از جا کنده می شدم و تند می راندم به طرف حیات خلوت ولی حالا در همه سلول ها را باز کردند و همه دور هم جمع شدند به اختلاط کردند و سربازها کنار کشیدند و به دیوار تکیه دادند و کار به کارشان ندارند. صدای یکی از بچه ها به گوشم می نشینند. چرا؟ بهرام آهسته می گوید شاید تخفیف گرفتند. سیف نفس می کشد و می گوید تخفیف کنار در اتاق چندک میزنم و سیگاری میگیرانم دود سیگار آزارم میدهد سینم خسخس خس, خس میکند انگار بد جوری سرما خوردم شقیقه هام زغزغ میکند خارش گلویم بیشتر شده است اما انگار که گرمای دود سیگار به فهمی نفهمی خارش را آرام میکند به صرفه میفتم ملک بلند می شود که از سوراخ کلید نگاه کند ناگهان در اتاق باز می شود و یکی از سربازها که میان قامت است و ورزیده و سفید پوست تو چارچوب در می استد و پاهایش را از هم باز می گذارد و دستهایش را به کمر می زند و فریاد می کشد چرا نمی خوابین؟ هیچ کدام من فرصت نمی کنیم که دراز بکشیم بیشتر من نشسته ایم و پتوها را رو پاهامان کشیده از کنار پای نگهبان سفید پوست تو راه رو را نگاه می کنم. همه مقابل سلول اول و دوم دور همدیگر جمع شدند. چند تاشان رو پتو نشستند و به بازی شطرنج سرهنگ مبشری و مهندس مرتزا نگاه می کنند. یازده نفرند. سروان ابوالحسن از سلول بیرون نزده است. گویا که در سلولش هم بسته باشد. سروان ابوالحسن را هنوز محاکمه نکردند. هیچ وقت پشت در نمی ایستد. از روزی که آمدم تو بازداشتگاه تا حالا تنها یک بار توانستم چشمهایش را از سوراخ چارگوش در سلول ببینم آن هم یک لحظه خیلی گذرا که حتی نفهمیدم چشمانش چه رنگ است بچه ها گردن کشیدند و از میان دو شاخ پاهای نگهبان میان قامت که هنوز تو چارچوب در ایستاده است و اخم و تخم می کند تو راهرو را نگاه می کند صدفان یونسی دستش را تکان می دهد سرهنگ افشار دو دستش را به هم جفت می کند و فشار میدهد و لبخند می نگهبان ملتفد قضیه می شود رجز خاندنش را نیمه تمام میگذارد و محکم در را به هم می کوب. صدای نگهبان از پشت در شنیده می شود اگه نخوابین وای به روزگارتون و با خودش قر می زند رو که نیست چرم همه دونه. به جای اینکه کپه مرگشون بذارن نشستن و متل میگن صدای سرنگ مبشری را میشنوم ولی سرکار حالا که وقت خواب نیست سرباز نگهبان که انتظار ندارد کسی تو کارش دخالت کند تلخ میگوید به کسی مربوط نیست حرف زدنش گزنده است قهقهه سرهنگ افشار میترکد این همان لحظه هایی که تو آمفیتاتر پادگان عباس آباد قهقهه میزد. روزهایی که تاکتیک درس می داد و بعد بچه ها که خسته می شدند چند لحظه ای درس را رها می کرد و سر به سر بچه ها می گذاشت. دستایش را به کمر می زد، ابروهای پهن و پرپشتش را بالا می دندانهای درشت و صاف یک دستش بیرون می افتاد و قهقهش زیر تاق آمفیتاتر می پیچید. صدای آرام سرهنگ مبشری است. آفرین سرباز، انگار که سرباز با انزباتی هستی بلند می شوم و از سوراخ کلید نگاه می کنم. همه بچه ها پتوها را رها کردند و جلو کشیدند و نفسها را تو سینه حبس کردند و گوشها را تیز کردند که حرفها را بشنوند. نگاه گیرای سروان محقق برق میزند. گونه هایش سفیدی میزند. زند. اجزاء صورتش که متناسب و دلنشین است، انگار که تو حاله از مه فرو رفته است. سروان محقق شانه را به دیوار تکیه داده است دستها را رو سینه گره زده است و ایستاده است بالای سر سرهنگ مبشری و مهندس مرتزا که حالا شطرنج را رها کردند و به سرباز میان قامت سفید پوست نگاه می کند. پیشانی سرباز نگهبان زیر نور چراغ برق می زند. عرق از شقیقه هایش می جوشد و رو گونه های گوشتالویش که عین لبو قرمز شده است شیار می زند. سرهنگ سیامک ایستاده است کنار سروان محقق دستا را به کمر زده است و آرام از سرباز نگهبان میپرسد اهل کجایی هم قطار نگهبان چشمها را رو هم میگذارد و نفس میکشد و چیزی نمیگوید انگار که سینهاش تنگی میکند سروان کلالی به سرباز نزدیک می شود و لبخند به لب می پرسد قطار: سواد داری؟ سرباز یک هو از جا در می رود و فریاد می کشد نه و تند به عقب می نشیند و به دیوار تکیه می دهد. دوباره قهقهه سرهنگ افشار می ترکت. چشمان سیاه سروان کلالی برق می زند. موی پرپشتش در هم است. سروان مهدیان جلو می آید و خم می شود و دست می اندازد رو شانه سرهنگ سیامک و به سرباز سفید رو نگاه می کند که حالا رنگش پریده است و با کف دست عرق پیشانی را پاک می کند. لبان قیتانی سروان مهدیان رو هم فشرده شده است. چشمان آبی سرهنگ مبشری تو نور کمرنگ راه رو تیره به نظر می رسد. سرباز نگهبان کشیده است کنار و سکوت کرده است. ملک شانم را میگیرد و از مقابل سوراخ کلید ردم می کند و خودش نگاه می کند. صدای سرهنگ بهنیا را می چرا عصبانی شدی هم قطار؟ یک لحظه قامت بلند، چهره کشیده، گونه های برجسته و نگاه نجیب سرگرد بهنیا تو ذهنم شکل می گیرد. هم همه نگهبانان گوشم را پر می کند. هم همه بالا میگیرد تا بخواهم ملک را از مقابل سوراخ کلید پس بزنم و تو راهرو را نگاه کنم یک هو صدای گروهبان شهری مثل ترقه تو راهرو میترکد ما در قهبه ها با سرباز هاست همه صداها میافتد. صدای گروهبان شهری تو راهرو میپیچد کی به شما اجازه داد با زندانیا حرف بزنین؟ چشمم را به سوراخ کلید می چسبانم. گرده یکی از سربازها جلوی سوراخ کلید را گرفته است. کی بهتون گفت که دور اینا جمع بشین؟ یالا به جای خود؟ سرباز از مقابل سوراخ کلید کنار می رود. گروهبان شهری گوش یکی از نگهبانان را می گیرد و له می کند. همه سخنرانی ها را فراموش کردین؟ چهره سربازی که گوشش تو انگشتان شهری له می شود تو هم می رود و دهانش کج و کوله می شود و دندانهایش رو هم می نشیند. سرباز سفید رو جرأت می کند و به حرف می آید سرکار سرگروه بان ما تقصیرکار کار نیستیم خودشون به حرف گرفتنمون خفه و گوش سرباز را رها می کند و تند میراند به طرف نگهبان سفید رو و با صدایی پست که از پیز میلرزد میپرسد، خب خودشون چی گفتن؟ سرباز من و من می کند کشیده ای که به گونهش کوبیده می شود حرف را تو گلویش خفه می کند گروبان شهری راه میافتد. بیا دنبال من تو سربازی که به جای نگهبان سفید رو آمده است بلند قامت است و چهار شانه سری بزرگ دارد و چشمانش به چشمان فیل میماند تنگ و کوچک است گروه بان شهری که تا شانهش نمیرسد رو در رویش میستد و میگوید پست تو همین در فقط همین در و به در اتاق اشاره کند و ادامه میدهد نه خودت باید نفس بکشی؟ و نه این جانی ها سرباز لبهایش را رو هم فشار میدهد و سرش را خم می کند زبانت لال و گوشت کر شهری یکم می راند به طرف در اتاق دراز میکشم کنار ملک شهری داره میاد تا بچه ها سیگارشان را خاموش کنند گروهبان شهری در اتاق را باز می کند سر تا سر اتاق دود سیگار موج می زند لبخند تلخی به لبان شهری می نشیند و مثل سگ هاری که دمش را لای پایش جمع می کند و آماده حمله می شود از لای دندانها آرام می اروای عربای امهاتون همه خوابیدین نفس از کسی در نمی آید می دانیم که حرف زدن همان و حمام و شلاق و دست بند قپانی همان شهری هر کاری که دلش بخواهد می کند خودش تصمیم می گیرد خودش اجرا می کند و بعد هم اگر میلش کشید گزارش میداد. دستهایش را به کمر می زند و می گوید مگه قرار نبود بخوابین جیب شلوار شهری پف کرده است پنجش از رو کمر سر می خورد و رو پف جیب شلوار می گردد و بازی می کند این دفعه هیچ اما اگه برگردم و ببینم که دود سیگار هست و یا هنوز بیدارین حسابتون با اینه و شلاق را از جیب بیرون میکشد و تکانش میدهد شلاق تو هوا پیچ و تاب میخورد بهتره عاقل باشین و از اتاق میزند بیرون و در را میبندد نفسهامان رها میشود نامرد اگر خریتش گل کند می تواند یک دست سرباز با دگنک راه بیاندازد و بیاید تو اتاق و در را ببندد و تو چهار دیواری مثل شلتوک به کوبده صدای پای گروهبان شهری ته راه رو خفه می شود. دوباره می نشینیم و خودمان را تو پتو می پیچیم. هوا سرد است. حالا همه جا ساکت است. گاهی صدای سوت ممتدی تو هوا تیر می کشد و فضای سرد محوطه پادگان را مثل شیشه خط می اندازد. ناگهان صدای بم و خوشاهنگ سروان محقق به جانمان آشوب می ریزد برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی جوشیده خاطر ما را برده به چنگ مرگ و زندگی صدای سرباز فیل چشم از بیخ گلو برمیخیزد حرف زدنش زیر و بم ندارد یک هواست انگار دو خشت خام به هم کوبیده می شود آواز خواندن ممنوع صدای سرهنگ مبشری است چرا چرا نداره حالا صدای سرهنگ افشار است که آرام حرف میزند چه کسی گفته نباید آواز خواند پق یک هوای سرباز بلند قامت است که تو گلویش قلط میزند و بیرون میریزد من میگم که همه باید ساکت باشند حرفها در هم می شود خواندن جور نیست هست کی دستور داده این حرفا کدومه بخون ساکت اصلا نباید هی hey, با تو هستم از سوراخ کلید نگاه می کنم سرباز فیلچشم هر دو مشتش را گره می کند و بالا می آورد به پیشانی تنگش که کرک سیاه نشسته است چین میافتد. و دهانش چنان باز می شود که ته حلقش پیداست هیچ کس حق نداره به خونه دوباره صداها در هم می شود حرفها بریده بریده و ناتمام است حق نداری که چه کسی اینو گفته اوی سرباز با تو هستم آواز خوندن قدغنه ولی هیچ کس اینو چرا سرگروهبان شهری سرباز فیلچشم هر دو مشتش را محکم به در میکوبد و فریاد میکشد ساکت صداها میافتد سرباز فیلچشم جلو میرود گرم بازوهایش به کنده درخت میماند اگر فشار بدهد آستین پاره می شود گردنش را تبر نمی زند باز انگار که دو خشت کلفت خام به هم کوبیده می شود و مشتش تو هوا می گردد این دستور منه به سرکار شهریم کاری ندارم آواز خوندن قدغنه با هیچ کسم شوخی ندارم و با مشت محکم به پیشانی خودش می کوبه. گروبان نگهبان از اتاق نگهبانی میزند بیرون و میآید تو راه رو. دهانش پر است. جویده حرف میزند. رو می کند به سرباز فیلچشم. نمیذارین یه لغمه شام بخوریم؟ سرباز فیلچشم باد به گلو می و میگوید آواز میخونن شنیدم. نباید بخونن. سرکار شهری گفته. گروهبان لغمه را قورت می دهد آمتش از سرباز فیلچش دست کمی ندارد مسئولیت نگهبانی اینجا با منه ولی گروهبان نگهبان صدایش را کلفت می کند همین که گفتم سرباز فیلچش پاها را جفت می کند گروهبان نگهبان ادامه می دهد. تو هم با اجازه من اومدی اینجا بله سرکار گروبان نگهبان می رود. سرباز فیلچش برمیگردد به طرف در. زیر لب قر می زند. خوب نگاهش می کنم. قامت بلندش و پیشانی تنگش و راه رفتنش به نظرم آشنا میآید. گمان کنم یکی از آن دو سرباز هم قد و قواره است که احسان را دراز کردند رو نیمکت. همانها که احسان را فلک کردند. دوباره زمزمه سروان محقق بلند می شود بشنوی جلاد و مپوشان چهره با دستان خونالود می شناسندت به صد نقش و نشان مردم صدایش قوت میگیرد دل را می لرزاند. انگار هر کلمه زیر بار سنگین خشم به قرشی بدل می شود که همه چیز را مثل توفان در هم می پیچد می درخشد زیر برق های تو لکه های خون دامنگیر و به کوه و دشت پیچیده است نام ننگین تو با هر مرد باد خلق کیفرخواه و به مانده است از خون شهیدان بر سواد سنگ فرش راه نقش یک فریاد ای جلاد ننگت با ده دقیقه از ساعت هشت گذشته است از شام خبری نشد لابد حالا استوار بازنشسته با بچه های از شامشان را هم خوردند هیچ کداممان من, من نمیخواهد که بخوابیم حتی میل به دراز کشیدن هم نداریم نگاه همه بچه ها پرسنده است هنوز سر در نیاورده ایم که چرا افسران را آزاد گذاشتند دور همدیگر بنشینند و حرف بزنند و شطرنج بازی کنند و آواز بخوانند. روزهای دیگر گاهی که نگهبانان بدقلق بودند و غالبا بد اخم و بدقلق بودند حتی حق نداشتند که از سوراخ در سلول بیرون را نگاه کنند خیلی کم اتفاق می افتاد که نگهبانان فرصت بدهند چند کلامی باشان با حرف بزنیم سلام جناب سرهنگ سلام حالتون چطوره؟ خوب شما چطورین؟ ای چه خبر؟ همین دو هفته قبل بعد از شام که رفته بودم دستشویی کنار اتاقمان سرهنگ افشار هم بود خم شده بود رو دستشویی و دندانهایش را می شست. نگهبان ایستاده بود جلوی دستشویی انگار که عمدن خودش را به کرگوشی زده بود حالتون چطوره؟ جناب سرهنگ قد راز کرد و گردن افراخت و نگاه گیرایش را به نگاهم دوخت یک لحظه در برق چشمانش سردرگم شدم تو صدای سرهنگ لرزانده بودم یکو از جا جسته بودم و خبردار ایستاده بودم چی گفتم سردرگم شده بودم و به تتپته پته افتاده بودم من جناب سرهنگ داشتم شکل تخته رو میکشیدم ابروان سیاه و پرپشت سرهنگ افشار تو هم رفته بود و خشک و عبوس گفته بود یک هفته بازداشت نگهبان جلوی دستشویی خودش را به نفهمی زده بود تکه داده بود به ستون و پیش پایش را نگاه میکرد حالتون چطوره جناب سرهنگ خوب نگهبان حیات خلوت برای مهندس سیف خبر آورده بود که تو دنیا سر و صدا راه افتاده است چه خبر؟ به گمونم محکومیت شماها سنگین نباشه مثل همیشه لبخند زد و سرش را بالا گرفت و پرسید چرا اینطور فکر میکنیم؟ شنیدم که تو دنیا همه جا اعتراض شده نمایندگی های سیاسی و سفارت خونه هامون رو سنگ بارون کردن بین ابروانش چین افتاد و حرف زدنش دلم را لرزاند این یه واقعیت که خونها باید ریخته بشه تا این ملت قیام کنه دلم از جا کنده شد یک هو انگار خراب شدم خرد شدم احساس حقارت کردم احساس کردم که هیچم نگهبان آمد تو آرام گفت یکم زودتر ممکنه شهری پیدا بشه اگر چشم شهری را دور می دیدیم و اگر نگهبانان فرصت می دادند حال همدیگر را می پرسیدیم دیشب خوب خوابیدی جناب سروان اون بد نبود دو سه شبی بود که تا دیر وقت بیدار می مندند. گاهی زمزمه آوازشان بود که به سختی شنیده می شود. گاهی صدای سرفهشان بود و گاهی تیک تیک مرس بود که سکوت می کردیم و گوش می تا شاید پیامشان را بگیریم. به ساعت نگاه می کنم. هفده دقیقه از ده گذشته است. خارش گلویم بیشتر شده است. تبم افتاده است اما سرم سنگین است شبهای دیگر ساعت نه که میشد همه می خوابیدیم. این روزها آنقدر می نشینیم که دیگر از نشستن عقمان میگیرد. روزهایی که از سی نفر کمتر بودیم لاقل می توانستیم لابلای هم همدیگر راه باریکی درست کنیم و به نوبت قدم بزنیم اما از سی نفر که بیشتر شویم حسرت قدم زدن به دلمان میماند باید باتمه بزنیم و اختلاط کنیم و یا اگر حوصله داشته باشیم شطرنج بازی کنیم روزها از نشستن تیره پشتمان چنان درد میگیرد و خون تو پاهامان چنان جمع می شود و روی پاهامان چنان ورم میکند که ناچاریم بلند شویم و سر پا بیستیم و در جا قدم بذاریم. روزها خیلی کند می گذارد. همه حرف را برای همدیگر گفته ایم و خالی شده ایم. حتی شده است که یک مطلب را چند بار گفته باشیم. همیشه منتظریم تازه واردی پیدا شود که هم از بیرون خبردار شویم و هم برای چند روزی گفتگو داشته باشیم. تا سرکلی تازه وارد پیدا می شود و گوشه ای کز می کند و تو خودش می رود زرندی باریک می شود و خودش را میکشد کنارش و چندک می زند. سیگار می کشی. رفیق زرندی خودش سیگاری می و تعارفش می کند. چطوری رفیق؟ تازه وارد ناباور به زرندی نگاه می کند زرندی مظلوم می شود گردنش را کج می کند به سیگارش پک می زند و آهسته به حرف می آید انگار که با خودش حرف می زند بعد جوریه که آدم تو یه چهار دیواری از تموم دنیا بی خبر باشه تازه وارد بی اینکه حرفی بزند زرندی را نگاه می کند و عقب می کشد و خودش را جمع جور می کند بیا بگیر بکش و نصفه سیگار را به طرفش دراز می کند. اینجا حتی یه پک سیگارم قنیمته. باز تازه وارد زرندی را ناباورانه نگاه می کند و سیگار را نمیگیرد خیلی خوب نکش رفیق ولی دو سه روز دیگه تو هم مثل من با یه پک سیگار قانع میشی حتی راضی میشی که وقتت رو با شکار مگس بگذرونی با کش تنبون تازه وارد که احساس می کند زرندی مثل کنه بهش چسبیده است به چهره یک یک بچه ها که همه زیر چشمی موازه به کارهای زرندی هستند نگاه می کند. بیرون چه خبر؟ تازه وارد نرم نرمک به حرف میآید. هیچ زرندی به سیگار پک می زند و نفسی تازه می کند و یک هو حرف را می گرداند و از تازه وارد میپرسد. حالا دلت میخواست آزاد باشی و برای خودت تو اسلامبول قدم بزنی و هیچ فکر و خیالی هم نداشته باشی؟ تازه وارد که از سؤال زرندی تعجب میکند جا به جا میشود و به زرندی نگاه میکند و چیزی نمیگوید نه اینو جدی میگم باور کن رفیق جدی میگم دلت میخواد حالا مثلا تو لالزار باشی و سلان سلان قدم بزنی و سیر و سیاحت بکنی و اگه دلت هم خواست دخترای خوشگلو و خوشگل دید بزنی تازه وارد از حرفهای زرندی سردرگم میشود و لام تا کام نمیگوید باز زرندی خونسرد پر حوصله و با گردن کج حرف میزند چرا سکوت کردی رفیق چرا هیچی نمیگی گاهی تازه وارد برای اینکه شر زرندی را از سر خود کوتاه کند با دلخوری به حرف می آید. بابا تو هم دل خوش داری. حالا زرندی می داند که تازه وارد را به دام انداخته است و خواهی نخواهی به حرف آمده است. این است که به حرف زدنش رنگ دلسوزی می دهد و می گوید می دونی که فرض محال محال نیست. حالا اگه مثلا تو خیابون تخت جمشید بودی و فلمسل با نامزدتم ملاقات داشتی مگه کجای دنیا به هم میخورد؟ نگاه تازه وارد زار میزند که هزار فکر و خیال تو ذهنش قاطیه هم شده است و از دست زرندی کلافه شده است زرندی تازه وارد را رها نمی حالا کم کم همه آماده شده ایم و نفسها را تو سینه حبس کرده ایم. نگفتی رفیق واقعا دلت نمیخواد که حالا با یه خوش و قامت و خوش چشم و ابرو و خوش که تازه باره لبخم میزند و میآید تو حرف زرندی عجب دل خوشی داری بابا خیلی خوب خیلی خوب زن و دختر و این حرفا نه واقعا دلت نمیخواد آزاد باشی و تازه وارد گاهی دیر به حرف میآید ولی زرندی تا به حرفش نیاورد دست از سرش بر نمی دارد. آزاد باشی و برا خودت تو خیابونا قدم بزنی و اگرم خسته شدی یه جایی بشینی و یه قهوه ترک و تازه وارد برای اینکه از سماجت زرندی خلاص شود قبول می کند و به حرف میآید. خیلی خوب بابا دلم میخواد که یکو همه با هم نفس ها رها می شود و فریاد می زنیم هی hey! و خنده می ترکد و تازه وارد از غریبی رها می شود و حرف شروع می شود و تا یکی دو روز دیگر باز برای گفتن و شنیدن حرف داریم